بسیاری از بازیخورهای طرفدار مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان منتظر بازی جدیدی بر اساس این مجموعه بودند. بازی با عنوان ستار وارز بتل فرانت یا جنگ ستارگان خط مقدم که سرانجام منتشر شد. انتشار این بازی مقدمه خوبی برای استقبال از قسمت جدید جنگ ستارگان، یعنی نیرو بیدار می شود که قرار ماه آینده به نمایش عمومی در بیاید. حدود 2.5 سال پیش و در نمایشگاه ایتری سال 2013 بود که الکترونیک آرتس از ساخته شدن ستار وارز بتل فرانت خبر داد. این بازی را استودیو دایس ساخته که مهارت بالایی در تولید بازی‌های جذاب و حتی اعتیادآور داره. از همون نخستین پیش نمایش‌های این بازی هم پیدا بود که در مقایسه با بازی‌های دیگه‌ای که از جهان جنگ ستارگان اقتباس شدن، با یک بازی اقتباسی متفاوتی طرفی. همینطور هم شد و به تای عمومی این بازی 9 میلیون بازیخور را جذب کرد. اکنون نسخه نهایی این بازی وارد عرصه شده و به نظر برخی منتقدان هنگام انجام این بازی دلیل عشق و علاقه ایمان به مجموعه جنگ ستارگان رو بار دیگر به خاطر میاریم. ماموریت های این بازی در سیاره های معروف جنگ ستارگان آغاز میشه و چشمنداز های بسیار زیبایی در برابر بازیکن به نمایش میذاره. چشمنداز هایی که میتونن به راحتی فیلم های قبلی جنگ ستارگان رو تداعی کنن. نسخه جدید ستار وارز بتل فرانت در واقع سومین نسخه از مجموعه‌ای به همین نامه که انتشار اون از سال 2004 آغاز شد. بازی اخیر مثل دو نسخه قبلی به سبک تیراندازی اول یا دوم شخصه و بازیکن میتونه هر زمانی که خواست زاویه دید رو تغییر بده. اتفاقهای این بازی در سیاره‌های مختلفی از دنیای جنگ ستارگان از جمله اندور، هاست، تاتوئین و سولاست روی میده و شخصیت اصلی برای گشت و گذار در این جهان گسترده از انواع وسایل نقلیه زمینی و هوایی استفاده میکنه. شخصیت‌ها، سلاح‌ها، تجهیزات و قابلیت‌های بازی رو هم میشه شخصی سازی کرد. بازیکن‌ها در ابتدای بازی میتونن تصمیم بگیرن که به نیروهای شورشی بپیوندن یا به سربازای امپراتوری. همچنین شخصیت‌های معروف جنگ ستارگان از جمله دارت ودر، لوک اسکای‌واکر، پرنسس لیا و هان سولو در این بازی حضور دارن و در بخش‌هایی از ماجراهای بازی بازیکن میتونه اونها رو کنترل کنه. سایت های نقد بازی امتیازی بین 6 تا 8 به این بازی دادن. متاکریتیک میانگین امتیاز این بازی رو از 16 نقد 77 از 100 اعلام کرده.